متی فصل چهارم. آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا شیطان او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و آخر گرسنه نشد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت: اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان شود. عیسی در جواب گفت: نوشته شده است زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید. آنگاه شیطان او را به بیت المقدس برده بر روی بام خانه خدا قرار داد و به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا نوشته شده است او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان ترا بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد. عیسی جواب داد: همچنین نوشته شده است خداوند خدای خود را امتحان نکن. بار دیگر شیطان او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت: اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد. عیسی به او فرمود: دور شو ای شیطان، نوشته شده است باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. آنگاه شیطان عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف شده است به ولایت جلیل رفت، ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کپرناهوم که در کنار دریای جلیل و در ناحیه زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا پایید. و به این صورت سخنان اشیای پیغمبر تمام شد که می فرماید: زبولون و نفتالی سرزمینای که طرف دریا و آن سوی اردن هستند، جلیل در قسمت بیگانگان، قومی که در تاریکی بسر می برند نور عظیم خواهند دید و بر آنان که در سایه مرگ ساکنند نور خواهد درخشید. عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت: توبه کنید، زیرا برقراری پادشاهی آسمانی نزدیک است. وقتی عیسی در لب دریای جلیل قدم می زد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می انداختند، زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود: دنبال من بیایید تا شما را یاد بدهم چطور مردم را صید کنید. آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خواست و آنها فوراً کشتی و پدر خود را ترک کرده به دنبال او رفتند. عیسی در تمام جلیل می گشت، در کنیسه های آنها تعلیم می داد و مژده برقراری پادشاهی خدا را اعلام می کرد و بیماری ها و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و میرگیداران و شلان را نزد او می آوردند و او آنان را شفا می بخشید. جمعیت زیادی نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند.